همکارم امان فرهنگ از کابل با ما همراه شده. امان، عفو بین الملل به چیزهای دیگه هم و نکات دیگه اشاره کرده، بیشتر از جزئیات این گزارش به ما بگو. خب این نهاد از حکومت افغانستان خواسته که باید عاملان حمله بر غیر نظامیان را باید به گونه مستقل بررسی بکنن و اینا را بازداشت بکنن و باید مورد بررسی قرار بگیره. بر چند حمله که اخیر صورت گرفته اشاره شده، حمله در ننگرهار که 5 کارمند وزارت بهداشت افغانستان کشته شدند، حمله بر ماینروبان در بغلان که بیشترشان اشاره شده که هزاره بودند کشته شدند، همچنان بر حمله های بر غیر نظامیان در غرب کابل که بیشترشان هزاره بودند اشاره شده و گفته که با خروج نظامیان خارجی افغانستان خشونت ها بیشتر شده و بیشتر بهای این خشونت ها را غیر نظامیان میپردازند. هرچند اشاره هم کرده که گفتگوهای سلطه ها را نتیجه نداشته و حکومت و مردم افغانستان بیشتر نگران هستند. حالا در حال این نگرانی صورت میگیره که امروز در 40 روز یادبود از قربانیان حمله بر مکتب شهید شهدا، خانواده های قربانیان گفتند که حکومت افغانستان تاکنون هیچ گونه اقدام را برای بازداشت عاملان این رویداد نکرده و هنوز هم روشن نشده که حمله را کدام گروه انجام داده و گفته از حکومت افغانستان حالا دیگر ناامید شده و از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی خواست که باید در این مورد با مردم افغانستان همکاری بکنند و باید عاملان این رویداد را شناسایی بکنند. خب اما این نهاد گفته که گفتگوهای صلح نتیجه نداشته. دیروز ولی هیئت‌ها اعلام کردن که دو طرف تو در دوحه نشست برگزار کردن. فکر می‌کنی که آیا گفتگوهای صلح دوباره جون گرفته و میشه بهش امیدوار بود یا نه؟ خب دیروز هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان اعلام کرد که فقط گروه تماس با هم نشست داشتن. این نشست‌ها از همون آغاز تا حالا اندک جریان داره و نشست‌هایی است که فقط اشاره میشه که دو طرف نشست برگزار کردن و روی موضوعات بحث کردن که باید گفتگوهای ادامه داشته باشه. هیچ گونه جزئیاتی که چه تصمیم می‌گرفتن و باید چه زمانی گفتگوها باید به گونه رسمی آغاز بشه در مورد کاهش خشونت و آتش بس، آنچه که خواست حکومت افغانستان و جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری در افغانستان و بیرون از افغانستان گفته شده، نشده. دیروز رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان آقای عبدالله اشاره کرد که گفتگو هنوز هم به بنبست است به نحوی و اشاره کرد که طالبان جنگ را انتخاب کرده و او از مردم افغانستان خواست که بعد در وضعیتی که طالبان بیشتر در میدان‌های نبرد حمله‌هایش را بر نظامیان افغانستان و حتی غیر نظامیان افزایش داده، باید در کنار نیروهای امنیتی افغانستان بیستد. هرچند اشاره کرد که طالبان در این میدان پیروز نخواهد شد و گفت که طالبان هرچند تلاش میکنند که با افزایش حملاتشان و افزایش خشونت میخواهند در میدان گفتگو هم امتیاز بگیرند، اما از مردم افغانستان خواست که باید در کنار مردم باشند و تنها راهی است که میتونن در برابر طالبان و اونچه خشونت هست باید ایستادگی بکنند و مردم افغانستان دیگر قربانی این حملات و این جنگ طولانی نشود. ممنونم از تو همکارم امان فرهنگ از کابل با ما همراه بودیم.